رولت کلاکت. چی شد که اصلا اون معدن رو گوشین کنار رفتین سراغ یه جای دیگه؟ یه مقدار اونجا چیه اینا گوگرد ما رو شرکت ملی نفت می‌خرید. بعد خود شرکت نفت توی پالایشگاه‌ها تونست یه مقدار گوگرد رو از مواد نفتی بگیره. به این خاطر البته این چیز گوگرد با اون فرق می‌کرد. برای ما برای کود چیز به درد می‌خورد، شیمیایی می‌خورد. ولی بعدم آقای افشار دیگه نمی‌خواست کار کنه. این معدنش گوگرد، ژنز این معدن، طرز تشکیلش این بود که گازهای نفتی آمده بود بالا. گوگرد این لای گچ متخلخه گوگردش آزاد شده بود. و از همه جالبتر این که گفتن یه استادکار کوری داشتیم اینجا، آقا جلیل، هنوز هم اسمش یادم. این جلیل کوره قشنگ معدن رو میشناخت و میگفت کجا کار کنیم، کجا کار، عیار این چنده، عیار اون چنده. و من سفارش کردم، گشتم این آقا جلیل کوره رو آوردم معدن مهمونی پیش خودم و مقادیر زیادی باهاش صحبت کردم. گفتم جلیل راستشو بگو تو چطوری شد؟ گفت آقا ممکنه شماها قبول نداشته باشین، ولی من رفتم مشهد دخیل بستم، خلاصه امام اومد به خوابم، گفت تو رو یک کاری میکنم که از بیناهام بهتر باشی. من از اون موقع یه چیزایی رو بیشتر احساس میکنم تا قبلا. به این خاطر اومدم چیو معدن. و خب ژنز معدن پس این بود که گوگرد توی خلل و فرج گچ بشینه. پس هر جا من دست بزنم زبر باشد امکان گوگرد بیشتری داره. خب این مشخصا این آقا جلیل، من رفتم ورش مخصوصا نمونه یه چند تا چیکار آوردم داشتم، قشنگ میگفت این 60% گوگرد داره. آفرین مهندس، این 30% داره. بعد یکی بهش دادم باطله گچ بود. مهندس اینو شوخی کرده، این باطل است، خودش کنه. آفرین. اون به من گفت به طرف کوره های ژیل داشتیم، گفت به طرف کوره های ژیل گوگرد بیشتره. یعنی معدن رو تشخیص داده بود دقیقاً. و ما همه اینا رو در آوردیم، باید یه پله دیگه میرفتیم زیر، هزینه میرفت بالا. به این خاطر اونجا چیز شد. تونل میزدین معدن گوگرده یا باز؟ نه، اتاق و پایه، یعنی از خود ماده معدنی ستون ستون میذاشتیم، دور خالی میکردیم، تونل میزدیم همینجور. نزدیک یه 20 هکتاری خالی کرده بودیم. ستون رو خود ستونا بود. و اتفاقا سالهای بعد یه نفر دیگه باز این گوگرده میخواست، من رفتم گفتم ببینیم من گوگرد تو رو در بردم، گوگرد این چیزها رو، ستونه رو باید برداریم. بعضی جاها هست که ضخامت باطله رومون کمه. اون موقع ماشینالات نبوده، حالا با ماشینالات بولدوزر این داره میشه برداشون. و یه مقدار زیادی دو مرتبه من از اون ستونه برای یه نفری دیگه، البته با 15-16 سال فاصله بعد براش در بردم. هنوزم اونجا هست. به شرکت ملی نفت ایران هم نامه دادم که آقا طرز تشکیل گاز نفتی داره اینجا میاد بالا، پس نفت داره اون زیر. هیچکی نیومد به نامه ما. یه سوالی که برای من پیش میاد اینه که اولین معدنی که شما کار کردین یه جوان 26-27 ساله، درسته؟ دو معدن دارین کار. حادثه اونجا اتفاق افتاد، چون معدن جزو سخت‌ترین مشاغل دنیاست دیگه. حادثه اتفاق افتاد؟ نه، من خوشبختانه یکی از اونایی‌ام که رعایت ایمنی و اصول فنی رو عقیده دارم، انجام میدم. خودم اصلا یه مسئول ایمنی خیلی شدیدی هستم. آره. و تا وقتی هستم میبینم درک میکنم،
و جاهای خطرناک رو خودم کار میکنم. هنوزم که هنوز دارم این کار رو انجام میدم. یعنی هنوز که هنوزه هر جا خراب شده، تونل رسالت، مترو میرداماد، آره، فلان چی همه رو رفتم کمک کردم. الانم راه آهن دو خطه تبریز نزدیک تبریز دارم میزنن، همش ریزشیه. آره اونم رفتم، دوستام هستن کمک کردم. الان ماهی یک هفته برایشون میرم. البته دیگه راه چار هم بلد شدن. یه مهندس جوان گرفتیم معدنی، یه مقدار کار کرده بود، اون الان راه رو خوب یاد گرفته. الان نزدیک 500 خوردی از تونل زدیم، دو کیلومتر تونل مجموعاً، 5 تا تونل و 1500 متر هم گالوری تونل مصنوعی. زمین خیلی خرابه، مثل ساعت شنی میاد اگر مواظب نباشی. آره نه، من دعا میکنم، خدا رو شکر میکنم، نه حادثه هیچ نذاشتم حادثه پیش بیاد. یکم میریم معدن سمنان شما تحویل دادین و کجا رفتیم بعدش؟ آره رفتیم یا چند تا معدن های رفتم. زغال سنگ کار کردم، زغال سنگ آغدربند کار کردم، ولی از همه مهمتر رفتم معدن مثل قلعه‌زری بیرجان. آها. یعنی اون بقیه خورد چی شد؟ خورده کاری شد. دوستان صاحب معدن وقتی مشکلشون حل میشه دیگه با ما کاری ندارن. درست. حداقل 20 تا از این چیز نمونه ها دارم که من رفتم مشکلات حل کردم. خب دیگه دوستان خودشون بلد شدن دیگه. حتی تونل های موشک های ایران دوستان بلدن دیگه، با ما کاری ندارن. خب بعد معدن مثل قلعه‌زری بیرجند اتفاقا یه شرکتی بود که همشون فارغ التحصیل آلمان بودن و میگفت فارغ التحصیل های ایران اصلا نمیگیرم، قبول ندارم. خودشون فارغ التحصیل چی بودن؟ بودن آلمان بودن. سیمان مشهد رو داشتم و اولین بتون پیشتنیده رو در چی داشت؟ مشهد داشتم. 5-6 تا معدن سرب و روی داشتم. بتون پیشتنیده یعنی چی؟ میل سیزار گردار قبلا میکشن، بتون دورش میریزن، بعد این میخواد جمع بشه ها؟ آره. این بتون نمیذاره. اینه وقتی جایی میذاری دیگه قوس و خمش و اینا دیگه پیدا نمیکنه. آها. آره این مال چی؟ آلمان بود، روش آلمانی بود. اینا چون آلمان بودن از تو مشهد این را انداختن. بعد این معدن مثل چیز رو اینا قلعه‌زری یه مقدار مشکل پیدا کرده بودن. بعد رئیس اداره کار سمنان که مهندس معدن بود، ثقفی، از منم زودتر فارغ التحصیل شده بود، برادرش داستان داشت، من بردم معدن یاد دادم و این چند تا معدن رو میخواست محدوده تعیین کنه، میگفت دوربین ندارم. من گفتم با کمپاس من برات محدوده رو تعیین میکنم و رفتم با کمپاس محدوده های معدن چند کیلومتر رو با کمپاس برایش، یعنی فاصله ها رو با تقاطع میشه پیدا کرد. برای این من بلدم. اون خیلی تعجب کرد که من این کار رو بلدم. اون سفارش من رو به اینا کرد، گفت بابا یه مهندس اینجا هست که اصلا همه کار بلده، تازه ماشین رو هم تعمیر میکنه، علاقه داشتن بگه. و اینجوری شد که اینا اولین بار اومدن یه مهندس معدن ایرانی گرفتن گذاشتن معدن قلعه‌زری. خدا رو شکر میکنم و من جوری اونجا کار کردم که اصلا خود اینا اصلا چیز نمیگن باور. و بعد که اون ژاپنی ها آمدن حتی شریک شدن، اونا آمدن همینجور. و رئیس اون کمپانی ژاپنی بعد اینکه ما کار کردم، اون اومد اونجا
آقای ماتسوموتو جزو قولای اول صنایع ژاپن بود. آقا اومد اونجا یه نیم ساعت به من وقت داد باهاش صحبت کنم که آقای دکتر موراشیما داشتیم، استاد معدن توکیو بود، حتی میگفت 7 سال دارم براش کار میکنم، یک رو وقت نمیده به من. یه همچین قولی بود یارو و به من نیم ساعت وقت داده بود. گفتم ببین من نمیخوام، یه رو از وقت من مال تو، بیا برو. گفت نه نمیشه، تو رو میخواد، با تو کار داره. که من رفتم پیشش نشستم، گفت من چون علاقه داشتم توی ایران بیشتر کار کنیم، ما همه جای دنیا از نمیدونم آمریکای جنوبی و مرکزی گرفته، استرالیا، کانادا، حتی در آفریقا، حتی توی افغانستان، هندوستان، همه معدن داریم. من میخوام کارت سفید به تو بدم، هر معدن دوست داری من تو رو میبرم. تو من چون علاقه داشتم به ایران، گزارش روزانه این معدن، معدن قلعه زری، گزارش روزانه رو من مطالعه کردم دقیقا. تو یکی معادل 15 تا مهندس و تکنیسیان من کار کرد و تنها کسی بود که فهمید من چی کارم. ورزشکار بودم، عاشق کارم بودم، همون میگم تاونش هم دادم، عاشق کارم بودم واقعا. از 5 صبح پا می شدم، ژاپنیا رو صدا می کردم، دستور کار به ژاپنیا می دادم، ژاپنیا دوست داشتن بهشون دستور کار بدیم. تا 10 شب 12 شب، بعضی موقع شب می رفتم پشت شب پایین، پمپ آب خراب بود، اون بود درست می کردم، را می نفتم می آمدم. تازه ژاپنیا که خودشون مثل ماشین کار میکنن، شما باید انقدر علاقه من باشین که به اونو دستور کار بدید. آره، خلاصه من رفتم معدن سیر اینا قلعه زری، 182 کیلومتر جنوب بیرجان. رفتیم اونجا و دیدیم که بیابونیه و دو تا چاه به فاصله 750 متر زدن 30 متر و 3-4 تا چیه دیگه کارگر، گفتن معدن ازبکوه سربه رویمون بین نزدیک مشهد رو میخوایم تعطیل کنیم بیاریم اینجا. اونجا 400 متر عمق داشت، برای اولین بار یه معدن تو ایران 400 متر عمق زده بودن. اینا که آلمان زده برای همین خاطر ادعاشون میشد. من رفتم دیدم اونجا هنوز سربه روی 50 متر گرفتم پایین. برای سربه روی دارم، بعد همه پله ها و پمپا رو جمع کردم آوردم معدن قلعه زری و کارگرا و پرسنل و حسابدار و کتابدار همه، البته با چی سواد کم ولی با تخصص، همه اینا رو آوردم معدن رو چیکار کردم، شروع کردم راه انداختم. و اول از همه راه رو میخواستم بزنم، 182 کیلومتر از بیرجان، میغان و بصیران آخرین آبادیمون بود، بعدم یه ده چی بود کوچیکی بود آخر، اینقدر ماشین تو این جاده رفته بود موج افتاده بود. یه نفر بابایی رو گفتن این درست میکنه، رفتم باهاش صحبت کردم، گفتم این موجا رو درست میکنی از اینجا تا معدن، شاید 10 کیلومتر راه بود. گفت بله من همه رو درست میکنم. گفتم چقدر میگیری؟ گفت 50 تومن. خدایا بیچاره 50. بچه اینا رانندم، گفتم باشه اون بیلو کلنگ رو در بیار. گفت نه بیلو کلنگ یا با خودمه، من نمیگه داشتم دیوونه میشه. 1 50 تومانی در بودم دادم بهش نقد. گفتم این 50 تومن رو میدم اگر اینجا رو درست کردی که من با سرعت با رانندم رفتم، 50 تومن دیگه هم پیش من داره. بعدها فهمیدم که این بابا 2 تا پسر سرباز داره. آها. به خاطر فرار از سربازی آمدن تو این ده دور و اونا کار میکنن براش. به ما مربوط نبود. یک دفعه کیسه نایلون بادمجون داشتم، اینکه اون در وا کرد اینه دید، گفت آقای مادر اینا چیه؟ گفتم بادمجونه میخوریمش. یه 3-4 تاشو بهش دادم،
بدون هیچ دقت رفت. دفعه دیگه اومد راه رو درست کرده بود برای تجربه، گفت مهندس این آشغالا چیه میخوری؟ من تازه دوزن بودم، گفتم چه جوری خوردی؟ گفت خب گاز زدم خوردم دیگه. این بادمجان بعد پوست کنه سرخ کنه فلان کنه، بعد خلاصه دفعه دیگه واسش یه نایلون پر آوردم یادش دادم بهش گفتم با چی کن. آره درست کرد و خواستم اینه بگم این 50 تومنه که هیچی بیشتر رو بهش دادم. چقدر طول کشید اون 10 کیلومتر راهو درست کرد؟ چقدر طول کشید اون 10 کیلومتر راهو درست کرد؟ حدود دو هفته، دو بار من رفتم اومدم درست کردم. اون بچه‌ها دو تا پسر داشت کارو می‌کردن. بازم خیلی راه 10 کیلومتر. آره خلاصه بعد من هر وقت هر چی خرید می‌کردم سر ده به این می‌دادم. تا آخرام نگرش داشتم. گفتم بیا بچه‌هات کار بدم، بعد فهمیدیم که معاف ندارن، سرروزی ندارن، مکافات دارن. آره. خلاصه من این 180 کیلومترم راه کرد درست کردم، اونو درست کردم و معدن رو چیکار کردم، راه انداختم. بعد هیچ خونه زندگی هم نبود. اول از همه یه چی داشتن اینا، مثلا اتاق چی داشت، مدیر دفتری خیلی ناجور بود، بیرجان چیه خونه گرفتم، از بیرجان میرفتم میامدم. بعد به من زنگ زدن، چطور اومدن و دیدن اینا و ژاپنیا. من این 4 تا 70 متر رفته بودم پایین. گفتن که ژاپنیا قراره شریک بشن، اینه اونو یه آشپز خوب میخوام، یه جای خوبی میخوام، ساختمان خوبی میخوام. گفتم خیالت راحت باشه میسازم. گفتم اتاق کارگرم میخوام بسازم. گفتن باشه بساز، منم از خدا خواسته. 500 دستگاه خونه برای کارگرم ساختم، 24-5 تا برای سرکارگر و تکنیسیان ساختم، یک مهمون سرای 14 اتاقه مستر همه سرش حموم دار برای مهمون و ژاپنیا. گفتن یه آشپز خوبم میخوایم، خارجی ها میان. فوق تخصص مواد غذایی اینجاست. پاشدم با رانندم رفتیم مشهد و صبح زور شب همه این چلو کبابی ها و هتل ها و رستوران ها رو خلاصه ده بخور. کدوم بهتره دیگه؟ بالاخره یکی دیدم عجب چیزی، عجب جزو کباب و کبابی داره. پاشدم رفتم پایین آشپز مونه. آقا سلام سلام سلام. آشپز کیه؟ یه جوان آبشونه کرده، دستاش برق میزد. میوم. گفتم خب چقدر حقوق میگیری اینجا؟ گفت 1000 تومن. گفتم خب مثل که بچه اونورا از بیرجنده. گفت ها، هم بچه صده بیرجندم. گفتم خب من زر در دو بکنم حقوق تو ببرم بیرجند. گفت یعنی 2 تومن به هم میدی؟ اتفاقا 3 روز دیگه قراردادم تموم میشه اینجا. گفتم آره، ماهی 2000 تومن بهت میدم، 2 ماه میای اونجا کار میکنی، اگر همه راضی بودن ازت خونه هم بهت میدم، زن و بچت هم میبرم پیشت. خب از خدا میخوام. گفتم کار دفتر کارخونه سیمان مشهد بلدی؟ گفت خونه همون نزدیک. گفتم 3 روز دیگه بیا اونجا. اومد و گفتم فکر کن اونجا هیچی نیست وسایل آشپزخونه، این راننده یه وانه در اختیاره، هر چی میخوای بخری بخر، از گاز به قابلمه و دیگه همه چیز بود. خلاصه نشون به این نشونی که وقتی خارجی ها آمدن و ژاپنی ها آمدن به من میگفتن که این جوجه کباب و چلو کباب که اینجا میخوریم تو هتل هیلتون تهران به این خوبی نیست. خوبی نیست. آره آقای ذوالفقاری. خلاصه اونجا من شروع کردم، دیدم که هزینه اکتشافات با ژاپنیا، هزینه کارخونه با ژاپنیا 10 سال 30% شریک محصول. خیلی قرارداد خوبی بوده، یعنی الان اگر هم چه قراردادی بعداً دیگه مال خود ایرانیه، کارخونه هر چی سرمایه گذاری کردن برای ما میمونه. آره
منم چیکار کردم فوری به هزینه چیزا و ژاپونیا بود دیگه، خونه بساز، مدرسه بساز، مدرسه بساز مردشور خونه بساز. بعد اینا مثلا کسایی بودن که گوسفند و برش هم میورد تو اتاق بغلش. اون بالا یه جا چال زدم و یه تونل توری زدم، جلوش هم حصار کردم، زمستونی تابستونی برای حیوانات. گفتم هر بوزی بزغاله بیاد تو این خیابون من یه بولوار قشنگ زدم میکشمش، سرشو میبرم کباب میکنم، برین اونجا. خلاصه هر روز زن و بچه زن میرفتم اونجا شیر میدوشیدم فلان. من خودم هم بعد خونه ساختم برای خودم، بچه ها رو هم بردم چون کوچک بودن، 11 تا گوسفند و بز شیرده خودم داشتم که شیر به بچه ها بدم. بعضی روزا صبح 20 کیلومتر این دوتا بچه رو میبردم که شیر شتر بهشون بدم. آره شیرین فرهاد. آره خلاصه من اونجا بهترین کارها رو کردم، 1500 کارگر داشتم، همه رو با نام حفظ بودم، یک مهندس و دیپلم هم زیر دستم نبوده، خودم بودم. تا بعد چیزا اومدن دیگه، چیزا اومدن، ژاپنیا اومدن. آره بعد سیستم حسابداری من رو قبول کردن، اومدن گفتن حسابداریتون رو میاد ژاپنیا، اومد گفت بهترین روش انبارداری. همینطور من افتخار میکنم که سال 49-50 من سیستم حسابداری قیمت تموم شده، خیلی معذرت میخوام، حتی یه توالت میزدم بهداشتی، یه ناودونم میبستم 15,000 ناودون را حساب میکنم. حساب تمام سینکارا تونلا را جداگونه حساب شده. و آقای فریدون خان زاهدی صاحب معدن، فارغ التحصیل آلمان همون که راه نمیداد به ما، یه روزی اومد، اینه میخوام حتما بگم، اومد و به من گفتش که بیا بریم معدن. گفتم من با شما نمیام. همه گفتن آقا اون رئیس های معدنه دیگه، همه با مهندس میرن فلان میرن. گفت چرا نمیای؟ گفتم که بیشتر کارگرای اینا همون کارگرای معدن سرب روی اونجا هستن و همشون 17-18 سال با شما کار کردن. شاید گله شکایتی دارن جلوی من نخوام بگم. آفر خلاصه من نرفتم، این توهین شده بود بهش. حالا نگو جای دیگه میره، همه نامه میدن شکایت آمیز جلو رئیس. خلاصه من نرفتم، این رفته بود معدن و از هر کی پرسده بود که وضعیت چطوره. خدا عمرش بده آقای مهندس نبوی رو، تو چطوری؟ خدا عمر همه، خدا عمر بده مهندس نبوی رو، به ما میرسه. اینم ناراحت، هیچ کم نامه بهش نداده بود. برای اولین بار 16 تا معدن و کارخونه داشت. این یه چی درست کرده دارم، باغچه 4000 نهال از سی منابع طبیعی مجانی گرفته بودم، کاشته بودم، یه باغچه کاشته بودم، همه اینا اصلا بهش کردم اونجا رو. کبیر بود، نشسته بودم دم و این بعد از غروب تازه چیز سیگار میشه جدا سیگاره. خلاصه دیدم که من صدا کرد، رفتم نشستم جلوش رو با من صحبت کردم. گفت که رفتم معدن، خوب بود، ولی از هر کی پرسیدم که تلانه، گفتن خدا عمرش بده ما از نبیر، نکنه تو از اینا کار نمی کشی، حقوق زیاد به اینا میدی، اینا از تو طرفداری میکنن. اینجوری تلافیش سر من خود خالی کرد. حالا من این مهندس نبویه دیگه هنوز هم گفتم که قربان گزارش ماهیانه اینجا میاد خدمتتون. گفتم پیشرفت من، پیشرفت تونل متراش از بقیه معادنتون کمتره؟ گفت نه، از همه بیشتره. گفتم هزینه های من از اونهای دیگه بیشتره؟ گفت نه، نه هزینه هاتم از همه کمتره. گفتم خب پس من چی دارم کار میکنم؟ گفتم قربان تو سر کارگر زدن که هنر نیست، اگر تو سر بالاتریا بتونم بزنم هنر کردم، یعنی اگر تو سر بالایا تونستم بزنم هنر کردم، سر کارگر زدن که هنر همه میزنم. من نمیزنم، من خوشحالم با این 51 سال سابقه کار تو همه جا، هنوز به هیچ کارگرم توهین نکردم.
یا بزنم، من به طور شوخی به مشت به بازوهاشون میزنم، این آقای مهندسم از اونا خورده. یه دفعه یه استادکاری داشتم، میخوام این اسمشو به بیت الله بیرامی، چون ما بعد از این تونل این کارا رفتیم دنبال تونل سازی. تو اروپا تونل سازی در از معدن جداست. رفتم تونلای معدن مثل سرچشمه نوار نقلان برای آمریکایی‌ها می‌زدم. تونل می‌زدم. و یارو آمریکایی هی میرفت میگشت تو این اتاقای من. گفتم دنبال چی می‌گردی؟ گفت کارگره. گفتم همین کارگر. گفتم پیشرفت من کمه. گفت نه، ما فهم کردیم روزی دومت، تو داری روز ششمت میری. گفتم خب بعد کار میکنم. گفت نه، میزونم میزنی، ولی من کارگر نمیبینم. گفتم خب تو پست یک میای، پست دو سه بیا میبینی. اومد پست دو دید من راننده لودرم، اومد پست سه دید من خودم آتشبارم. گفتیم ما همین این سه پست کار میکنیم. آره رفتیم معدن مثل سرچشمه. یادم رفت یه چیز دیگه بگم. آره یکم تو بیرجند بمونیم. شما اونجا مدرسه ساختین، درمانگاه ساختین، همه اینا. بیرجند وقتی کارگرام زیاد شد، هنوز این ژاپنیا نبود، نیومده بودن. ما بیمه توی بیرجند نبود، نزدیکترین بیمه تربت بود، نزدیک 600-700 کیلومتر ما فاصله داشت. تربت هیدریه جاده مشهد. و من مشکلات داشتم، مخصوصا خیلی معذرت میخوام، خانمایی که بچه دار بودن، حامله بودن، به خاطر 250 تومان حق نوزادی بگیرن باید میرفتن اونجا، دکتر میدید تایید میکرد. تو اون جاده من میگفتم مرد میزاد. ناراضی بودم، گفتم آقا نری، خودم میدادم. من از خودم میدادم. و اون خانم مرحوم خدا بیامرزم که خوب میشناسیم، تمام خونه این کارگرها رو سرکشی میکردیم، همه خونه ها تمیز بود، سفید بود. من یه معدن گل سفید پیدا کردم، می آوردم مجانی، یه خورده نیل بهش میزدیم، آبی پمپ آورده بودم، خونه های اینا رو همه رو پمپ میزدم، بعد پشتی ها رو همه رو روش سفید، تمام این سه دخترها گلدوزی می‌کردم، یکیشون هم داستان دارم فرش می‌بافت براش می‌فروختم، حالا کار نده. اونم یه داستان عجیبیه تو معدن. خونه ها همه چی بود، تمیز بود. من 6 ماه حق بیمه ندادم، پرداخت نکردم. و بیمه تربت هی نامه داد که جریمت می‌کنیم، حق بیمه ندادی، وظیفت پرداخت بدی، پرداخت کنی. منم می نوشتم که وظیفه بیمه است که به من پزشکیار و آمبولانس و دارو بده، من سر معدن داشته باشم. من اینقدر 700-800 کیلومتر راه میشه از معدن تا اونجا. و من باید اینجا داشته باشم. 6 ماه تمام من جنگیدم. بعد از 6 ماه دیدم که از شرکت یه تلگراف اومد. ما اون موقع تلفن و بیسیم و اینا نداشتیم. تنها رابطه ما تلگراف بود به بیرجند. از بیرجند می آوردن برای من. دیدم که یه تلگراف از شرکت اومده که لازم است با ادارات دولتی بهتر رفتار شود. اگر حق بیمه را نداری ما مستقیما از تهران بریزیم. منم تلگراف جواب دادم که جنگی شروع کردم، باید پزشکیار بگیرم، تقاضا دارم اگر میتونید کمک کنید، اگر نه دخالت نکنید. گردن کلفته مانت نبی حقوق بگیره، ولی رئیسه دیگه، رئیس 1500. 4500 زن و بچه اومده بود پیش من اونجا تو بیابون. هر سال سمپاشی میکردم، مارا برن اونا برن، از این کارا هم میکردم. خلاصه بعد از این نامه که آمده بود، من فوری فهمیدم که این بیمه به مرکز خبر داده. مرکز چون اینا 22 تا چه واحد دارن میشناسنشون،
از طرف اداره کار و بیمه اجتماعی نامه بشه یاد داده که آقا چرا حق بیمه بیرجند پرداخت نمیشه. من فهمیدم فوری اون کتاب دارم که سواد نهم داشت، خط خوبی داشت، دفتردار من بود، نامه بود، تایپ مایپ نداشتم. گفتم یه نامه شکایت نامیز بنویس که ما بیمه نداریم، بده همه امضا کنن. یه تومار فوری اینو پاس کردم به وزارت کار. آقای مجیدی بود وزیر کار، قشنگ یادمه. برای آقای مجیدی یه کپی برای شرکت فوری پاس کردم تهران همه اینا. یه روز دیدم که یه دونه جیپ استیشن آهو، نگو آقای دکتر اصفهانی پزشک بود، رئیس سازمان تامین اجتماعی استان خراسان با رئیس بیمه تربت حیدریه و کارشناس بیمه که اون میامد همیشه پیش، اینا آمدن معدن. رفتیم جلو و سلام علیکم حال احوال هم. آقای دکتر اومد تو نشستیم صحبت کردن. من میگفتم بیمه انتفاعی نیست که. میگفت نه بیمه انتفاعی نیست. بودم پس من حق چیز میدم بیمه میدم، شما هم باید در مقابل خدمات به من بدید. بعد به من میگفت چیکار کردی؟ من 22 کیلومتر راه آسفالت کارخونه مشهد شما رو نرفتم، 800 کیلومتر راه بیابون اومدم. گفتم که من دنبال گرفتن حق یه مش ملتم. یه مش ملت بدبختی داره اینجا کار میکنه. اینجا اصلا شما ببین آقا آبانشین رو ببین، هوا رو ببین. خلاصه متاسفانه یه جوری شد که بس به بالا کشید و به اختلاف و فلان نمیکنه فلان نمیکنه. ما هم اشاره کردیم چارچرخ باد اینا رو خالی کردن. این شاکی شده گفت من میرم چیکار شکایت میکنم و رفتم بیرون. این چارچرخ که پنچره، گفت من میرم ژاندارمری پاسگاه. گفتم قربان از این بر نزدیکترین پاسگاه عربخانه بیرجن 155 کیلومتر. پاسگاه نزدیک نداریم، رفتن دم مرز عراق. خلاصه دید که نه میچاره. دو مرتبه آمد تو نشست. گفتم ببینید شما تشریف برین تا اینجا، زحمت هم کشیدین، خسته هم شدیم، بریم خونه های کارگرا رو ببینیم، اینایی که من ساختم شما ببینیم، اگرم ایرادی هست به من بگین، بعد من حل میکنم. خلاصه اینو برداشتم با هم رفتیم طرف خونه کارگرا. گفتم هر کدوم از این خونه ها رو دلت میخواد در بزن بریم تو یه چایی بخوریم، ببین نظافت چه. ببین ما از پول خودمون جایزه میدادیم به بهترین نفر. من به شرکت نداشت کار نداشت. خلاصه در زدیم اتفاقا خونه آقای شهرابی، پسرش الان با من مرتب صحبت میکنیم، حسین شهرابی پزشیار من بود. فرستادم دوره پزشیاری دید، اون موقع پزشیار من بود، الان در سمنانه رابطه داریم. خونه اونا آمد. آقا مهندس عزیز خوش آمدی خوش آمدی. گفتیم که ما در چایی داریم ما بده. گفت آره آقای مهندس بفرمایید بفرمایید. خلاصه کفشا رو در آورد، دید این ملافه های سفید روی این پشتی ها همه گلدوزی شده، خونه همه یه خورده آبی رنگ سفید تمیز. نگاه میکرد این سینی چایی رو که آورد، من دیدم چشای آقای دکتر برق زد، این سینی چایی برق میزد، تمیز 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 استکانو برق میزد. این که آورد من دیدم دکتر دیگه از اونجا تسلیم شد، از چشاش برق زد. خلاصه چایی دادیم خوردیم و خیلی ممنون تشکر اومدیم و بردمش. یکی یکی اینجا قبرستونه، اینجا غسالخونه است، اونجا آغل چیه؟ گوسفند زمستونی تابستونی، یه گوسفند میاد اینجا، اینه اینه اینه. خلاصه همه اینا گفتم. حالا بهداری منم میخوای ببینی؟ گفت بهداری هم داری؟ گفتم معلومه. در رو زدیم آقای حسین شهرابی در روپوش سفید، سلام آقای مهندس بفرمایید. آقای حسین شهرابی پزشیار منه، اینجا اتاق معاینه است، این چهار تا اتاق برای خانما برای آقایون استراحت، این اون
این دیگه گفتم که داروهای منم میخوای ببینی؟ دو تا قفسه کمد فلزی رو وا کردیم دارو پر. دیگه دکتر تسلیم شد دیگه. همه اینا رو دید. دیدم اومد بغل کرد منو ماچ کرد. گفت کارفرما مثل تو ندیدم. گفتم خیلی متشکرم، منم رئیس سازمان بیمه مثل شما ندیدم که این همه را پاشه بیاد. خیلی ممنونم. گفت باید پزشکیار داشته باشی. گفت الان بگو. گفت باید پزشکیار داشته باشی، آمبولانس هم داشته باشی. بگو الان رئیس بیمه تربت رو همینجا میگم. گفت نه تو رو خدا دست نگیرم. الان بیمه تربت رو همینجا میگیرم. بیمه تربت رو. آره این شد که به ما خلاصه دادن، پزشکیار دادن و آمبولانس دادن و دارو دادن و من به پزشکیارم گفتم من بهت یه حقوق اضافه میدم، به شرطی که مرتب خونه ها رو سرکشی کنی، نظافت ها رو ببینی. مدرسه داشتم، معلم داشتم، بهشون اضافه میدادم. تازه راهنمایی یه چیزی عوض شده بود، راهنمایی ها دو تا معلم از اونا داشتم که تو بیرجن نبود. چجوری آوردین معلم ها رو؟ جان؟ راهنمایی ها رو چجوری آوردین؟ معلم راهنمایی رو چجوری آوردین؟ یه چیزی عوض شده بود. آه. قانونی کلاس هایی سر عوض شده بود، باید معلم راهنمایی جدید می آمد. آره. مثل قانون های آموزش پرورش کلاسش. دو تا از نارم، دو تا آمده دو دار من گرفتم آوردم اینجا. چجوری آوردین نشون؟ خود بیرزن نگم. خب رئیس چیز فرهنگ می رفتم، انقدر صحبت می کردم، می آمد مدرسه رو می دید، از مدرسه های بیرزن بهتر بود. کلاس ها این اون همه مرتب دفتر کاغذ قلم خور خور بود. می گرفتم دیگه، گردن کلاف بودم. نه یه سوالی برای من پیش میاد. تو اون برهه تاریخی اکثر کشاورزای ایرانی بچه دار میشدن، مخصوصا پسر که باشون کار کنه. یعنی بچه از یه سنی دیگه نمیذاشن درس بخونه، درسته؟ قطعا این تو اون منطقه هم این اتفاق میافتاده. شما چیکار میکنید که درس بخونه بچه؟ من اعلام کردم اونایی که کلاس ششم رو گرفتن نمیتونن بیرجن برن ادامه تحصیل و دبیرستان رو بدن، بیان من کار بشون. 65 نفر از تو دهات بچه آوردم و اینا رو تیمای 6 نفره کردم، حالا یکی کم میاد، و گردوندم تو چه کارهای مدن. اول کارهای بیرون، سرویس کاری، روغن کاری، چرخ واگن بستن، نمیدونم چی فلان اینا، و بعد پمپای چون ما دیگه به 130 متر رسیده بودیم، آب داشتیم، پمپا اگر خراب میشد ما مکافات داشتیم. پمپا رو ببینه، لوله ها رو ببینه. بعد برق داشتم، برق کشی میکردم، ریل ها رو نصب بکنه، ریل نصب کن داشتم، بعد نقشه بردار داشتم. خلاصه اینا رو هی تیما دور گردوندم که همه کار یاد بگیره. که ژاپنیه اومده بود، من از این بچه ها بهش داده بودم نقشه بردار. به جایی که متر رو دست خودش بگیره صفر رو بده دست پسره، این ژاپنیه دیدم صفر رو گرفته دستش، این متر رو اون پسر بچه 10-12 ساله بیاره. تا اون دوربینش گذاشت، گفت همونجا، گفت چند و میتر. این ژاپنی میخواست فارسی یاد بگیره. دیدم پسره میگه نانا جونی. به ژاپنی میگه 72 متر. خوشحال شدم، انگار دنیا رو به من دادم. این بچه ها ژاپنی رو زودتر از ژاپنی ها فارسی یاد گرفتن. با اینا چه گرد؟ ژاپنی حرف نیست. ریلا رو میزدن، اونه میزدن، اونه میزدن. طوری شد که من به زور این کمپانی نیتتسو ماینینگ کمپانی که الان فولاد ژاپن دستشه، گردن کلفته، 15 تا از اینا رو بورسیه گفتم باید ببری ژاپن برای نقشه برداری، برای کارخونه، برای معدنکاری، فلا اینا همه رو. در حضرت عباسی بچه سرکارگره یا کارگر صفره یا محلی، اصلا هر کی استعداد داشت.
و اینا رو فرستادم ژاپن که بعد برگشتن تمام شرکت میگفتش مدرسه درست کرده، گفت صبر کن یه 5 سال دیگه بهت میگم. تمام معلم افتاد دست این، نه این بچه‌ها میگردوندن. اتفاقا یه چیز بعد جالب بود، یه روز من پشت میزم نشسته بودم، یه بچه اومد پشت میز که من نمیدیدمش، انقدر کوچیک بود، دیدم یه صدای کلفتی میگه آقای مهندس ما نفهمیدیم چه کاره این لوله کشی کردیم، ریل بندی کردم، پمپاش رفتم، تعمیرخانه رفتم، بودم برو عقب، برو عقب ببینم، رفت عقب، گفتم تو از این بعد بشین اینجا جارچی منی، هر کاری داشتم به این میگویدم میرم داد میزد که این آقای دکتر، اینم بگم، این آقای دکتر گفت من اتفاقا چی هستم، ماما هستم، بگو هر کی شده بیاد من ببینم امضا کنم نرین تا تربت. این فکر کرد یه هفت هشتایی میان این جاچه رو فرستاد بگو یه صاحب شد. آره خلاصه جارچی اونو کردم جارچی خلاصه. آره اینم همه کار براشون کردم دیگه بیمه. بعد یک خونه تو بیرجن، آقای علم حقوق میداد 16 ریال آفتاب تا آفتاب. من که رفتم کردم 8 ساعت 8 تومن و 5 ساعت چیزا تعطیل، جمعه ها تعطیل، حقوق داره، تعطیلی ها تعطیل داره، حقوق داره، سنوات خدمت داری، فلان داری، همه اینا شاکی شدن. و حتی یک خونه اجاره کردم، یه تابلو ساختم تو معدن، نوشتم سازمان تامین اجتماعی شعبه بیرجن، رفتم اون بالا زدم. آره آقای فرمان فرماییان همه کاره آقای علم بود اونجا، منو خواست، رفتیم اونجا و خلاصه سلام علیکم فلان اینا، گفتش که تو کی هستی؟ اومدی همه سیستم ما رو به هم زدی فلان اینا، من میفرستم تو رو ساواک پدر در میارم. منم خیلی خونسر، من خدمت کردم به مردم، شما دوست نداری اون وقت دیگه. خلاصه من رو فرستاد ساواک. ساواک یه تیمسار بازنشسته بیرجندی بود که از تهران اومده بود بیرجن، سر خونه دویش کرده حالا کار ساواک انجام بده. و اتفاقا اون موقع دو تا حزب بود، یه حزب مردم مال آقای علم بود، یه حزب مال آقای هویدا بود. این تیم سر طرفدار هویدا بود. حالا کار بود اینم در آوردم بود قبل از اینکه بریم پیشش در آورد. رفتیم اونجا، آره سلام علیکم آقای مهندس سید فرخ نامه، گفتش که کدوم دانشگاه بودی؟ گفتم دانشگاه تهران. گفت اوه 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 همین تو کدوم دانشکده بودی؟ گفتم دانشکده فنی تهران. اوه اوه از اون حوچی ها. گفتم بله قربان از همون حوچی ها همینطور. بعد گفت چه کارا کرده آقای علم شاکیه؟ گفتم حقوق رو ساعتی کردم، بیمه رو درست کردم، برای اینا خونه زندگی درست کردم، تصفیه آب گذاشتم اینجا، دارم آب شمرون میدم به کارگرم، برایش حتی قصدالخونه درست کردم، آقل چی درست کردم، گوسفند درست کردم، دوا و دکتر گرفتم واسهشون، همه این کارهای کردم، همه اون کاری که باید قرار بود مملکت بشه من اینجا درست کردم. بعد یه خود فکر کرد گفت اسم پدرت چیه؟ گفتم سید عزیز الله نبوی. گفت چی میگی؟ مادرت ملیه خانمه؟ گفت من شاگرد اینا بودم، پدر مادر منو که آقای بابای علم برده بود اونجا نگو یکی از شاگردا بوده و میشناخته. پاشد منو ماچ کرد و گفت از طرف من آزادی، هر کاری دوست دارم. گفتم انقلاب میکنم، میارم کارگر اونجا شعار میدم. گفت از طرف من آزادی، برو باریکلا. من اون پدر مادر تو میشناستم، چقدر مرد بودم، چقدر خوب بودم، چقدر فلان بودم مردم. گفتم منم همین کار رو کردم. خلاصه اینجوری آقای علم هم پاک شد.